خب رقابت‌های روز گذشته 32 دوره مسابقات المپیک در توکیو همراه بود با ناکامی مطلق تکواندو برای ایران. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، شروع کنیم با تکواندو. چگونه بود رقابت‌های دیروز؟ درود مهدی. یک اتفاق تلخ تاریخی برای تکواندو ایران رقم خورد. برای اولین بار در طول دوران المپیک که رشته تکواندو برگزار میشه، نخستین باره که ایران هیچ مدالی به دست نیاورد و کاملا هم دلایلش مشخص. رئیس فدراسیون مادام العمر آقای پولادگر که تحصیلات حوزوی داره و از اواخر دهه 60 در فدراسیون حضور داره و خب فدراسیونیه که همواره پرحاشیه بوده، اصرار او بر اجرای فرامین مذهبی تا این حد که مسابقات قرآن برگزار میکنه، مسابقات اطلاعات مذهبی برگزار میکنه و خب بسیاری از ورزشکاران شاخص تکواندو هم از کشور خارج کردن یا پناهنده شدن یا مهاجرت کردن. و نکته بعدی مهدی، رقابت کیمیا علیزاده بود در تیم پناهندگان و بازیش با حریف ایرانی و حواشی که پخش این مسابقه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت. کیمیا کار فوق‌العاده‌ای انجام داد با وجود مصدومیت و اینکه بعد از پناهندگی به آلمان، این فرایند پناهندگی حدود یک سال طول کشید به خاطر ویروس کرونا و مسائل دیگه. خیلی دیر تمریناتش رو شروع کرد ولی فوق‌العاده ظاهر شد. جی جونز با 2 طلای المپیک رو از انگلیس شکست داد، نماینده چین رو مغلوب کرد و همچنین خب ناهید کیانی و یه مبارزه از همه بیشتر انجام داد. متاسفانه نتونست مدال بگیره اما موفق ترین ورزشکار در کل تیم پناهندگان المپیک کیمیا علیزاده بود. کاری که صدا و سیما انجام داد علاوه بر گزارش تحقیرآمیز و اهانت‌آمیزی که در مبارزش با ناهید کیانی صورت گرفت، ساعاتی بعد همه گزارشگران و تحلیلگران استودیو، آقای کاویانی، توتونچی، بیژن خراسانی و دیگران، اینها جملاتی رو به صورت تکراری و مشابه مطرح کردند که بی وطن کیمیا، با پول مملکت رفته، مقابل کشور خودش قرار گرفته. واقعا کاملا بدور این رفتار از افرادی که عنوان خبرنگار رو یدک میکشن. اون چیزی که دیدیم مشخصا شبیه تلویزیون کره شمالی بود و واکنش‌های انتقادآمیزی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده مردم بروز دادن در برابر این رفتار ناپسند و غیر اخلاقی سازمان صدا و سیما. و نکته دیگه، رقابت بسکتبال بود بین ایران و جمهوری چک. ایران بد شروع کرد، بهتر ادامه داد و در نهایت با فاصله خیلی کمی بازی رو واگذار کرد. همینطوره تیم جمهوری چک، درسته که شاید برای ذهنها در بسکتبال چندان ناماشنا نباشه مثل فوتبالش، اما این تیم در مسابقات گزینشی کانادا رو از پیش رو برداشته با بازیکنان فوق‌العاده مشهور خودش در NBA و رسید به المپیک و در برابر ایران هم همونطور که گفتی کوارتر چهارم ایران خیلی خوب بود ولی به هر حال بازی رو واگذار کرد. پیش بینی هم میشد که ایران ببازه ولی واقعا بچه‌ها خوب بازی کردن. نکته جالب حضور سرمربی اسرائیلی در تیم ملی جمهوری چک بود. شب قبل از بازی گفته بود که ایرانی‌ها میتونن به بهانه کرونا با من دست ندن ولی به هر حال من صمیمانه به استقبال اونها خواهم رفت. بعد از بازی در مصاحبهش گفتش که هم قبل از بازی با من دست دادن هم بعد از بازی. کمی هم درباره سیاست، معذرت می‌خوام، کمی هم درباره بسکتبال صحبت کردیم و این یک پیامیه برای رهبران ایران. در واقع داشت میگفتش که ورزش از سیاست کاملا جداست. مرسی. کوتاه در مورد رقابت‌هایی که دیروز برگزار شد، کلیت رقابت‌ها و بازی‌های مهمی که امروز قراره برگزار بشه برامون میگی. خب دیروز چندان دستاوردی نداشت غیر از نازنین ملایی که خیلی خوب پارو زد، همچنان در جدول مسابقات حضور داره. در روینگ انفرادی زنان امروز دانیال شهبخش با قهرمان جهان از کوبا مبارزه میکنه. ثریا آقایی رو در بدمینتون خواهیم داشت. تا ببینیم المپیک که رفته رفتن مهدی داریم نزدیک میشیم به روزهای کشتی که خب روزهای یکی از لحاظ خبری و موفقیت پربارتره. امیدوارم که این گونه باشه و مثل تکواندو با ناکامی همراه نباشیم در رشته کشتی. ممنونم مهدی، تا روزهای آینده. سپاسگزارم.